السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت همه خواهران و برادران مسلمان. بعضی از خواهران و برادران ما سوالی را مطرح میکنند، فهمیده و یا نفهمیده که چرا خداوند جل جلاله و مسلمانان را کمک نمیکند. در جواب از خواهران و برادران ما باید عرض کنیم که خداوند جل جلاله و کمک کرده است و همیشه میکند. و همچنان پروردگار هر روز ملائکه ها را می فرستد که شما بروید مسلمانان را کمک کنید. بناهن ملائکه ها می آین که مسلمانان را کمک کنند. ملائکه ها یک سلسله تعاریف یا تعریف ها از مسلمان دارند که بر اساس امو تعریف اینا می خواین مسلمان را کمک کنند. او تعریف طوری است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کسی است، مسلمان واقعی کسی است که دیگر مسلمان ها از زبان و دست او در امن باشند. از زبانش یعنی تهمت نکند، غیبت نکند، نمیمت نکند، دروغ نگوید، دشنام ندهد، لو لعب نگوید. از دستش یعنی دزدی نکند، قتل نکند، چور چپاول نکند، اختطاف نکند، رشوت نخورد، به ناموس مردم دسترازی نکند، به مال مردم دسترازی نکند. پس این مسلمان است. پس این ملائکه نظر به تعریفی که از مسلمان نزد خود دارند به کمک مسلمان میآیند. وقتی که اونا میآیند مسلمان نمیافند، اگر میافنم اندک شمار میباشه. پس اینا دوباره نزد پروردگار میرن، میگن یا رب العالمین ما مسلمان نیافتیم. بناهن در ایجا مقصر ما خود ما هستیم که ما به جای از ای که این نوع اعتراض بکنیم، اعتراضی که با وجود گناهکار میشیم، یک نوع بی‌نزاکتی، بی‌ادبی، گستاخی به پروردگار میباشد. به جای از ای باید خود اصلاح بسازیم و مسلمان واقعی شویم. در زمان میبینیم پروردگار یک ذات مهربان است که بارانش، آفتابش، روزیش برای همه میرسد و همچنان امرای ما ملائکه های حفظه است. اگر خداوند یک لحظه ما و شما را تنها بگذارد زندگی کردن نمیتوانیم. پس بناهن باید از چنین اعتراضات بیموردی که مقصر خود ما هستیم دست برداریم. و این دنیا که است دار الامتحان است. باید یک فرق بین دنیا و بهشت باشه. این دنیا بهشت نیست، بلکه دار الامتحان است. در این دنیا اگر ما یک سلسله امتحانات، رنج ها، تکالیف سپری کردیم، پس هر رنج دردی را که ما در این دنیا کشیدیم، این رنج درد بدون اجر و پاداش نمی باشد. بناهن ما باید خود ما از خداوند همیشه کمک بطلبیم در همه موارد. پس خداوند پاک بدون شک ما را کمک میکنه و خود ما باید مسلمان واقعی بسازیم و مسلمان واقعی شویم تا جایی به چنین اعتراض باقی نماند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.